که خراسانی مسلمان مجاهد خوب پرېږده چې مونږ خدمت وکړو، که دا اسلامي نظام دی، که تعصبات دی، که قومي نظام دی، نو الله تعالی امو کتلی مفسده که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسد 30 سال اخیر کشور شده. آنهایی که جهاد را بدنام کرده، نه ما آدم چاپلوس هستیم که مثلا به چیز کنی، نه متمرق، نه دیگه، نه پروای کسی هم داره. مرا کلگی میشنوزه یک سرباز اسلام قاطع و سری از حق وطن خود دفاع کنه. ما به خاطر عزت و ناموس خود نجنگم، تو خود جوان نیستی که به خاطر وطن تو جنگی فهمیدی؟ حقیقت دارین، اگر همت دارین، اگر ذره ایمانداری در وجودتان است. تنش ها میان زبیلا مجاهد و حمید خراسانی منجر به بازداشت حمید خراسانی شد. منابع آگاه خبر دادند که عبدالحمید خراسانی فرمانده جنجالی قطعه بدری طالبان با دستور مستقیم ملا حسن آخوند نخست وزیر طالبان بازداشت شده و سلاح‌هایش ضبط شده است. هدف ما چی بود؟ ایجاد یک حکومت اسلامی، تامین عدالت، گرفتن استقلال کشور ما. ما این اهداف مقدس خدا در کجا دیدیم؟ در حاکمیت نظام امارت اسلامی آمدیم، دیگر بدیل نبود. نه ما آدم چاپلوس هستیم که مثلا به چیز کنی، نه متمرق، نه دیگر، نه پروای کسی هم داره. مرا کلگی میشنوزه یک سرباز اسلام قاطع و سری از حق وطن خود دفاع کرد. پیش از اینکه امارت اسلامی حاکم شه، ما یک لشکر، یک تعداد بیشتر افراد نظامی داشتیم. ما با امارت اسلامی بیعت کردیم که این اهداف مقدس خود ما در حاکمیت نظام امارت اسلامی میبینی از آدرس مردم پنشیر. مردم پنشیر میدونه که ما از جمع خانواده معززی اجداد ما از فاتحین جمله نورستان و یکی از بزرگواران بوده به نام شه بسالا غلام حیدر خان بود. ما آمدیم از مردم اصل پنشیر از امارات دفاع کردیم، در کنار اسلام ایستاد شدیم. ما در حضور رب العالمین کوسه گوسیم، نه در حضور بشر. رسانی چند پیش در ویدیوی اظهارات تند را علیه مردم و دولت ایران مطرح کرده بود. عبدالحمید خراسانی قمانده قطعه نوصل بدری طالبان از صحبت‌های زبیلا مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان ناراحت شده بود. اکنون بازداشت شده است. زبیلا مجاهد در واکنش به سخنان تهدید آمیز خراسانی بر رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران گفته بود که این فرد هیچ صلاحیت و مقامی در افغانستان ندارد و خانه بدوش است. خبیث علیه لعنت، تو که بر هموطن برادر مسلمان مهاجر مظلوم بیچاره ما ظلم میکنی، یعنی ما بی پاسخ برات میمونیم؟ ما برای شما جوانان افغان میگم اگر غیرت دارین، اگر همت دارین، اگر ذره ایمانداری در وجودتان است، شما ببینید در ایران چاقو است، فنچه است، همه چیز است، بکشیندشان، از پس سر حلالشان کنین، از پس سر حلالشان کنین تا غیرت مردم مسلمان افغانستان را بدانن. این ایرانی های بزدل نامرد خبیث مشرک پلید. ایرانی ها مردم دیوس هستند. تاریخ گذشته شان شما شاید کسانی که مطالعه دارن میکنن، اینها دختران خودان و زنان خودان به جوانان مهاجر ما پیش میکنن، دیوسی میکنن، رسالت میکنن. خود خامنه ای علیه لعنه یک دیوس داره. افزوده بود که سخنان تفرق افغانانه خراسانی فقط شخصی بوده و با امارت اسلامی افغانستان ارتباط ندارد. این فرد نماینده هیچ نهاد در افغانستان نیست. منابع معتبر وزارت داخله زیر اداره طالبان بر رسانه ها گفته است که عبدالحمید خراسانی فرمانده ناراضی طالبان امروز پنجشنبه 8 سنباله از سوی آنان بازداشت شده است. منابع میگوید او به اتهام سهل انگاری و یاوه‌گویی از سوی طالبان بازداشت شده است. این منبع میافزاید آقای خراسانی در حال حاضر در بخش نظامی این وزارت زندانی است و افرادش هم خل سلا و سبکدوش شده.
طالبان تا هنوز در مورد بازداشت خراسانی فرمانده قطعه بدری به صورت رسمی چیزی نگفتند. خراسانی از چهره های جنجالی طالبان و از میان تاجکان پنشیر است. چند پیش زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگوی رسانه های ایرانی او را خانه بدوش خواند. اما حمید خراسانی سخنان سخنگوی طالبان را با تعصب طالبان نسبت به اقوام دیگر نسبت داد. خراسانی با نشر ویدیوی با گفته آقای مجاهد واکنش نشان داد. نه به دشنام و عصبانیت، بلکه با یک شعر برای آزادی افغانستان از دست امریکا. او در شعر پیام خود را برای زبیلا مجاهد تقدیم کرد. از حادثه ترسم هم از کاخ نشینان، ما خانه بدوشان غم مقام و منصب نداره. خراسانی خود را سرباز امارت اسلامی می خواند و 3 سال روز پیروزی امارت اسلامی را تجلیل کرده است. اما او درست قبل از تاریخ تجلیل پیروزی امارت به انترنشنل گفت اگر می دانست نظام امارت بدتر از نظام فاشیستی و قومی غنی است، هرگز به این نظام نمی پیوست. وزارت دفاع، ملگری دلوا، پنشیر دلوا، دقیقه کسان بیا دنده رو جور کرده و بیا دست ناسم حرکت و تعصب آمیز حرکت کرده و بیا از ما دقیقه کشور رو چه ده استخبارات و ده پنشیر ده استخبارات و ریاست یه قسم مدیر دی مثلا فامیلان وزارت تلی و پنشیر تا اگوی تا بیا دا دلوا ملگری دا نیولی دی وحلی دی تکاولی دی بندی کری دی خلص را کری دی گران و مشران و ولا بلا حسط شوی ما پا کم جم تاسو تا ووی ما که خراسانی مسلمان مجاهد خوب پریشده چی مونگا خدمت بکو که دا اسلامی نظام دی که تعصبات دی که قومی نظام دی نو اللہ تعالی تاسو. عبدالحمید خراسانی تحت حمایت سراج الدین حقانی وزیر داخله و رهبر شبکه حقانی طالبان است. او گفته است اگر خراسانی از حمایت وی برخوردار نمی بود، او با بیان چنین اظهارات درباره طالبان به شدت سرکوب می شد. او در بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران را مفسد خواند و گفت بیشتر از این با صبر و حوصله مردم افغانستان بازی نکنید. او در صفحه اکس خود نوشت که ایرانیان مردم مفسد و گمراه و کشور مفسدین و بیدینان است که هرگز خیال ما بالای آنها نمی آید. او گفت اگر ایران بیش از این تعرض کند و به مردم افغانستان و حق حقوق آن دسترسی کند با واکنش های ما روبرو می شود. وی گفت کشتن خامنه ای و پیروانش اجر عظیمی دارد. گفت اینها مشرک های بی ادب و گستاخ است. همچنان گفته است اگر بزرگان امارات اسلامی برای ما اجازه دهد ما ایران را فتح می کنیم. همچنان گفته است که ایران شیطان بازی هایی که با غرب انجام می دهد در حالی که با آنها دوست هستند با ما انجام دادن نمی تواند. تشدید حملات لفظی بر سران طالبان از سوی فرمانده های سطح متوسط این گروه نظیر عبدالحمید خراسانی اعتراضات بدخشان موفق نشدن فصیح الدین فطرت در پایان دادن به اعتراضات و بقیه موارد از این دست علائم جدی تر شدند. اختلافات درونی طالبان است چنان که بر باور برخی از آگاهان یک سناریو برای آینده افغانستان می تواند درگیر شدن طالبان در بین هم و تفاوت های بازگشت افغانستان به دوری شبیه پس از پیروزی مجاهد علیه شوروی باشد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وطنان عزيز ملت مسلمان و قهرمان و مجاهد کشور، در نخست 150 سال روز استقلال کشور را برای کافه امت مسلمان افغانستان بخصوص بر مجاهدین و رهبران راه حق تبریک گفته و از بارگاه رب العالمین برای مجاهدین و غازیان و فاتحینی که در راه اسلام زحمت کشیدن و جانهای شیرین خود قربان کردند و در برابرش تجاوز اشغالگران و استعمارگران مبارزات و مجاهدت های بی نظیر انجام دادن، روح پرفتوح تمام غازیان و فاتحین و مجاهدین که در این راه حق قربانی دادن شاد باشه. الله سبحانه و تعالی درجات عالی را جنت فردوس نصیبشان کند. از جمله غازیان و فاتحین و کسانی که در راه اسلام و در مبارزه در برابر اشغالگران و استعمار مبارزه شجاعانه انجام دادن، شهید امیر حبیب الله خان کلکانی، از
جمله همون کسانی بودند که در راه استقلال کشور زحمات بیشماری را و مجاهدت هایی را انجام دادند. متاسفانه مردمان متعصب، مردمان جاهل، افراد بیدین قضاوت های نادرستی در قبال مجاهدین میکند. پاسخگوی نزد الله سبحانه و تعالی است. استقلال کشور ثمره از مجاهدت های مجاهدین راه حق، از جمله قاضی وزیر اکبر خان، از جمله نایب غلام نبی خان لوگری، غلام مشکلم خان لوگری، قاضی میر مسجدی خان کوهستانی، قاضی میر بچه خان کهدامنی و همینطور دیگر کسان و مسلمانانی بودند که از او جمله افتخار ما هم داریم. خانواده ما که جد بزرگ ما سپه سالار غلام حیدر خان پنجشیری از نخستین کسانی بودند که در دهمزنگ کابل بر علیه قوای استعمار جهاد و مبارزه و قیام کردند. مسئولیت ایمانی و وجدانی هر مسلمان است، بخصوص مردم افغانستان است، که از دین و از خاک وطن، از خاک اسلام دفاع کنند. همین طور که اجداد گذشته ما با مسئولیت ایمانی و وجدانی خود از خاک وطن و از اسلام دفاع کردند. عبدالحمید خراسانی از قماندانهای سطح متوسط طالبان در فایل صوتی که ضبط کرده بود به رسانه ها ارسال کرد. به نحوی از اعتراضات مردم بدخشان حمایت و با فصیح الدین فطرت لوی در ستیز طالبان نصیحت کرده. وی گفته است که شهر کوچک را بر شهر بزرگ گسترش اعتراضات ترجیح دهد و به جای لشکرکشی بالای مردم بدخشان قاتلان را مجازات کند. آقای خراسانی در فایل صوتی کوشش کرده پیشینه طالبانی خود را اثبات کند. خراسانی در دوره جمهوریت متهم به قتل، سرقت، راهزنی و زورگویی بود و با آتش کشیدن بیرق اسم مقدس سه رنگ بازداشت. حمید خراسانی یکی از حامیان جمعیت اسلامی و قبل از آمدن امارت اسلامی یکی از سرسخت ترین جنگجوی جبهه منصوب به مقاومت با رهبری باندهای جهانی و شخصیت‌های وابسته به حلقه شورایی نزار بود. یکی از اشعار حمید خراسانی این بود که او افغان نیست. او با نشر یک ویدیوی در جمهوریت به طالبان اخطار صادر کرد و گفت اگر دست از جنگ و انفجار و دستور پنجاب و پاکستان بر ندارید، با موج از حملات ما مواجه می شوید و از ریشه سرنگون می شوید. جنگجویان خراسانی با نشر ویدیوی گفته است اگر بیشتر از این توهین بر خراسانی بیشتر شود، از صف طالبان جدا می شوید. رسانه ها چهره عبدالحمید خراسانی را چهره مرموز و جنجالی خواندند. حسیب الله پنجشیری به عبدالحمید خراسانی گفته است که وی نامکشی های فیسبوکی می کند و گفت او کسی نیست که به خاطر عزت و ناموس خود بجنگد. اما خراسانی در واکنش به سخنان حسیب گفت که من نامکش هستم و مزدور مشخص است که تو هستی. او همچنان افزوده است اگر این همه قدرت می داشتی در این همه سال امریکای اشغالگر را از افغانستان بیرون می ناردی. او گفته است از احمد شروط و امرالله همه تان مزدورها و خائن هستین و به یاری الله همه شما را نابود می سازین. ما بخاطر عزت و ناموس خود نجنگم. تو خود جوانه نیستی که بخاطر وطن تو جنگی فامیلی. دعوای نامکشی نکدم و خوابه کارای فیسبوکی نکدم چون جان زدنو نگیری مال زدی گفای تا نکدم یک تایم و خوابه پس پیش بشه به گفا فامیلی. باشه ما نامکش شد مزدور معلوم دار است. اگه تو کاکا میبودی امریکا رو میزدی. تو خو مزدور هستی. از امو احمد چرا تا امرولاید مزدور یکی خبیس هست. کلتا نابود میکنم بزور خدا. اشکی چه مگمت؟ احمد نگمت چه امرولاید مطمئن دو بیم. امرولاید نگم امرولاید مزدور چه ندانه چه امرولاید بیرونه. آچلو تو مزدور یهود نظر رهبر ما محمد رسول الله است. تو کافر مرتد بیدین دوز دکه ایسا بار سیال برد نشان میتون. اگر نرسی خوبی حالا ما خونی جاست من حالا ما خواهد انتظار. سیگاری آمپاز بالا خلیفه است که جوش آمده. فدایی خلیفه است بازور خدا ضرورت با خلیفه صد نیست. فدایی است که باد باتت میکنه دوز بچیم. فقط شما کوشش کنید که از بغل از این خودتی
کیسه برو بچم، کیسه برو بچم، تو این نصیحتای تا برای بابایت بکن خو. لاز موقعیتت کجا هست شغال؟ باستاین هستم که کار مدنم مخابران میروی اگر نرستی که بگه که نشان هستی که موضوع صاحب نرم آزرم علم کنم ها بچه همسون را بگی بشنم بشنم کجاستی ها شغال کجاستی بگو آدرس ده بگو ها بچه نام کشی های فیسبوک نکه فامیده ده که بود نه آمده بودی صبحی ماخه نبوده میگه ماخه بیمه کنم کسی رو نه بگی بگی دسته کنم بگی دسته کنم بگی دسته کنم بگی دسته کنم ماما اگه مرد هستی استاد شو اگه غیرت نداری یا مرخ تو خود کلی ویدیوهای تا سین قرارگاه تا گرفتیم کجا هستی استاد شونه این اما میایم استاد باش اگه نرستی استاد باش خونه خونسر باش این مردم های هم که مردم تو تکردن تو تکردن که در کسل کلمی بود مردم تو تکردن ما مردم از نمکنم در کنید ما نیست در ویدیو های تمام چیدم در فیسبوک نام کشی نکنی شده که که دیگه بیشی چلوی مرغداز کیسه بار ما به تو معلوم هستی نمو گذاشت والم استاد شو اگه نرسی استاد شو سلام مامو بلازه تو لایتا بلازه لپنده که برنه که مانو شما رسا بیشی چلیو کی سبور اگه نرسی اسپاد چونه ما برای چلنج میتونم خیرت داری اسپاد چونه نرس یه پسره خودت نگلی ها پولی فاید بچه هم تو مرغداز هستی مرغداز اسپاد چونه نرسی چرا گرختی مرغ باره اینجا خود صدا هایت پشم از بچه هم مرغداز بگی داشته کنه ایران بگی ایران بگی بشه بچه مرغداز هستی پشه من چلو استاد شو اگه خیرت داری استاد شو کلا کارای تو زوکی سالی کالا را میکنی که بشه بادارای دیگه درجه بگیری این درجه درسته همه با کمال کلی برنامه را برای تشریح میکنم از طریق اکسابای ساکتیم میگم که بعد این نام کشی میکنم یک دو پای مخابره را در مفقل بخول یافته ای میگه سر از این نام کشی نکو تکچه پینجا نفر آمدی سر یک پوسته تا هم نکنه سر کدام قرارگاه هم نه یک پوسته پنج نفری در مفر تا کشی از این هم نکنه را مخابره بچه معلمدار از مخابره دست تو پیش ما افتاده یا مخابره ما برای تو افتاده بچه هم تو بود چلمار خستا چه مخابره در پیش ما هست صداهایت برای ما رسیده جلمار خستی جلمار کی سبر بچه هم مره بچه هم مزدور هم مزدور کل کار ما در فخر هست مزدوری نیست فخر تو یک مزدور گوش نیستی فامیده تو مزدوری بردار شام هستی که به داغ نخواهم رابش مامش دام بگو مگو من نسمو حالا حالت نمارسی و فامیده شما نامردا و تبکلت که اب میزنم بگو فامیده یا باید کنو گایی بگو به مقامات تو خیلی تر تو بید بستر خواهی دوست بچه ما آماده که طبیقه که از ریشه و بنیاد نبودت میکنم دوست بچه ام مخامتگر دوست چورگر چپاولگر از ریشه نبود میکنیم بزور الله خلیفه صاحب خلیفه صاحب مبارک هست اینجا دوست داره نبود میکنیم بزور الله